تشکر رفیق فرادپور، بحث بسیار جالب و جامعی بود. رفقایی که مایلند سوالی از رفیقمون بکنن یا در بحث شرکت کنند دستشون میتونن بالا کنند. یه چند دقیقه هم فرصت دارید رفیق، مرا میخواید یه استراحتی بکنید، یه چایی بخورید، شما باشه، هم برای شما هم بکنید. ما منتظر یه سه پس چهار دقیقه میشیم تا چشم، پس 3 4 دقیقه در آره آنتراکس میدیم تا بعد. بله بله خواهش میکنم، خیلی من رفقایی که مایلن سوالی بکنن یا در بحث شرکت کنن دستشون رو بالا کنن. در ضمن هم از فرصت استفاده کنم خدمت رفقا بگم 2 هفته بعد ما به اتاق تعطیلی دادیم. جلسه بعدی ما 4 سپتامبر خواهد بود. 2 تا 4 شنبه بعد رو تعطیلی دادیم به رفقای ادمین دیگه. یه استراحت تابستونی بکنن. چهار سپتامبر هم یه بحث خیلی جالبی داریم. رفیقمون کریس نایت صحبت میکنن. ایشون سر مسئله زنان و ریشه اصلا ستم زنان یکی از بهترین کسایی هستن که من حداقل در انگلیس میشناسم. خیلی کارهای جالبی کردن. 2 3 تا کتاب خیلی عالی هم نوشتن و اتفاقا توی به صلاح این سری بحثایی که ما میخواستیم اینجا بکنیم یکی از اولین کسانی که دنبالش رفته میشون بودن و توافق کردن و 4 سپتامبر قرار صحبت کنن با ما در این مورد. طبق معمول اون جلسه هم انگلیسی خواهد بود، ولی خب ما سعی میکنیم یه مصاحبه با ایشون قبل از جلسه بکنیم که بتونیم زیرنویس فارسی هم زیرش بذاریم، بعد خود ایشون در جلسه ای بتونن شرکت کنن و سوالات رفقا رو بشنون و بحث کنن. این 4 سپتامبر به هر حال برنامهش رو قبل از 1 هفته قبل از جلسه برای همه رفقا خواهیم فرستاد. خب رفقا کسی دستش رو بالا نکرده. من کسی دستش رو بالا نکرده من سوء استفاده کنم یه صحبتی بکنم. اولا به طور کلی منم با شما موافقم، یعنی این طرز برخورد اون روزی که رفیقمون صداقت صحبت میکرد خدمت ایشون هم گفتم کل بحث ایشون فرض رو بر این میذاش که یه چیزی هست به اسم نظریه مارکسیستی که چپ رو تعریف میکنه، که دقیقا تمام مشکل سر اینه که همچین چیزی وجود نداره. یعنی دیگه کیست که اینو ندونه که همچین چیزی وجود نداره؟ به نظر من حتی یه رفقای بسیار چپ بین المللی هم تا اونجایی که من میشناسم دیگه این تیپی نمیتونن صحبت کنن. یکی از گرفتاری های ما اینه که در واقع امروزه رسیدیم به اینجایی که اغلب خودمون یعنی گم شدیم، نمیدونیم چی کار داریم میکنیم. خب موقعی که شما گم میشی بهترین علاج اینه که بری گذشته تو یه نگاهی کنی چرا کدوم مسیر رو رفتی به اینجا رسیدی که گم شدی، بعد قدم های گذشته رو بررسی کنی. و خیلی از ماها دقیقا بعد از این همه سالها به این نتیجه میرسه بلجبار که خود اون گذشته از اول اصلا یه جاهایش کلی اشکال داشته و ما صرفا به صلاح 2 تا اشتباه این ور 3 تا به صلاح بدفهمی و کج فهمی اون ور و 4 تا به صلاح رهبر ناجور اینجا و اونجا نبودن که این مشکلات رو ایجاد کردن. امروزه هم دنیا خیلی عوض شده و اون چیزی که ما فکر میکردیم میشناسیم از دنیا نیست، همین که اون ابزار و وسایلی که ما داشتیم برای اینکه دنیا رو بشناسیم و بخوایم تغییرش بدیم، چون به هر حال میخوای تغییرش بدی باید اول یه ایده هم در کلت داشته باشی دیگه، این دوتا رو از هم نمیشه جدا کرد، نداشتیم نداریم. و یکی از اولینش اتفاقا
دقیقا مسئله است که امروز رفیقمون مرادم مطرح کرد. یعنی یه مسئله، دو تا مسئله است ولی خب کاملا مرتبطن به هم. یکی بسیار خودم مفهوم دولت و یکم سرمایه داری. این بحث دقیقا، چون همه قبول داریم که مشکل جهانی مشکل سرمایه داری، چون اینو هر روز به هر حال به یه شکلی میبینیم. ولی موجودی که اینجور ما رو آزار میده و آزار داد و داره بدترم میکنه، این چیه؟ دقیقا امروزه باید به این نتیجه برسیم که آنچنان شناختی نداریم دیگه. شناختی هم که داشتیم ازش خیلی ناقص بوده دیگه. یعنی شناخت اغلب این جریانی که مثلا رفیقمون صداقت بهش میگه چپ چیه؟ امپریالیزم دیگه، جزوه امپریالیزم لنین. و به هر حال حالا لنین برجسته ترینشون، ولی به هر حال کسان دیگه هم در این مسیر نوشتن، بعد از همزمان چه بعدش بوخارین، هیلفردین، خیلی، روزا لوکزامبورگ، خیلی آثار زیادی بوده در این باره. ولی ما اون چیزی که از سرمایه داری میفهمیدیم این بوده دیگه، حقیقتش این بوده دیگه. نه اینکه حالا غلط کردیم ما یه همچین فهمی داشتیم، ولی چیز دیگه ای نداشتیم که به اصطلاح غیر از این باشه. یعنی چیزی بهتر از این نداشتیم، تازه اونی که داشتیم این بوده. خب خود همه این الان نشون داده شده که اصلا از زمین تا آسمون با واقعیت تاریخی و واقعیت موجود جهانی متفاوته دیگه. اولا اینکه سرمایه‌داری از اولش جهانی بوده، یه نکته مهمی که امروز رفیقمون مرادم بهش اشاره کرد. شما نمیتونی از این شروع کنی که سرمایداری در انگلستان در اروپای غربی و شمالی رشد کرد، بعد به این درجه از رشد رسید، بعد به اونجا رسید، بعد تازه امپریالیستی شد. خود این دید، این نگاه کاملا با واقعیت تاریخی به اصطلاح تناقض داره دیگه. یعنی اصلا بدون غارت و چپاول جهان انباشت اولیه ای در انگلستان صورت نمی گرفت که برسه به انقلاب صنعتی. تا اواسط قرن 19 کل اروپا، صنایع کل اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، به هر حال اینا کلی صنایع داشته، همه اینا جمع می زدی رو هم به اندازه طلا و نقره ای که اینا قرن 17 و 18 غارت کرده بودن از تمام دنیا نمیشد سرمایش. یعنی یکی از ابعاد به اصطلاح اصلا سرمایه تجاری و سرمایه پولی که در این دوره شکل گرفت و قوی شد، البته از قدیم از زمان امپراتوری روم وجود داشت، ولی یک دفعه به خاطر گسترش حجم تجارت جهانی، دور زدن دماغه امید، کشف آمریکا، یه دفعه حجم تجارت جهانی 10 برابر شد. تو این دوره یه دفعه یه رشد عجیبی سرمایه مالی و بانکی کردی، سرمایه تجاری که دقیقا به خاطر گسترش منجر به بسیار قدرتگیری همون موقع سرمایه مالی شد. سرمایه مالی همون موقع غالب بود به سرمایه تجاری. سرمایه مالی بود که دولت انگلیس رو رفت گرفت، دولت فرانسه رو رفت گرفت، دولت آلمان چی کار هم میکردن؟ یه ابزار عمدهشون چی بود؟ جنگ. یعنی وام های جنگی، بسیاری از جنگ های قرن 17 18 19 توی اروپا همش زیر سر این بانک ها بود، همش زیر سر اینایی بود که فرانسه رو تحریک میکردن، بهش وام میدادن برو به جنگ با ایتالیا، ایتالیا رو تحریک، برو به جنگ با ترکا، ترکا رو. یعنی تمام ما... یا روسیه، حتی مثلا روسیه تزاری دلیلی که وارد دنیای سرمایه داری شد دقیقا همین وام های نظامی بود، چون اونا کلی اون موقع مثلا پول نقدم داشتن به این بانک ها وام میدادن. بانک های فرانسوی یکی از منابع عمده مالیشون تزاریزم روسیه بود. بنابراین اصلا کل انباشت اولیه، یعنی تبدیل تولید کالای ساده به تولید سرمایه داری، شما از جهان جدا کنی اصلا قابل فهم و قابل درک نیست. بدون بردهداری در آمریکا، بدون تبدیل ایرلند به مزرعه سیب زمینی تولید کردن و نابود کردن کل اقتصاد ایرلند، بدون استعمار هندوستان،
اصلا سرمایه انقلاب صنعتی در انگلستان صورت نمیگیره. یعنی ماجرای سرمایه داری رو متاسفانه خیلی از رفقا اینجاست که برمیگردیم به اصطلاح مارکس و نقد اقتصاد سیاسی. خیلی از دوستان هنوزم اینجوری فکر میکنن، فکر میکنن شما کاپیتال در واقع مدل ناب از یه سرمایهداری ایداله. سرمایهداری مثلا این زرق و برقاش رو که بزنی مثلا ناب نابش کلاسیک کلاسیکش این کاپیتال اینو داره تعریف میکنه و این مدل هم در واقع بیشترین به اصطلاح نزدیکترین به اصطلاح شبیهترین چیز بهش سرمایهداری انگلیسه. در اینجا سرمایهداری انگلیس مدل ناب و کلاسیک وجه تولید سرمایهداری. حالا هی سعی میکنن این مدل ناب و کلاسیک رو در رابطه با هر کشوری مقایسه کنن بین آیا این با این مدل ناب میخوره یا نمیخوره، بنابراین تا چه اندازه سرمایهداری است یا تا چه اندازه سرمایهداری نیست. در صورتی که در واقع این کتاب اساسات خودش هم گفته قوانین حرکت سرمایه است. سرمایه رو با یک مقوله آبستره به اسم سرمایه داره، یه مقوله واقعی است که انقدر بسا مقوله خیلی بسا ابجکتیویه که میشه ازش ابسترکشن ساخت، یه چیز خیلی کنکرت بسا مشخص پخش و پلا نیست، یه تعریف خیلی ساده داره، ارزش خودافزا. با یه تعریف خیلی ساده ابستره میشه به این موضوع پرداخت. این ارزش خودافزا رو حرکتش رو در جامعه سرمایه‌داری خاصه به صورت یه مدل تئوریک توضیح بده. کلی هم فرض کرده، رفقا میدونن همونجا گفته همه کالاها مطابق ارزششون فروش میره. درسته خودش تو جلد دوم گفته هیچ کالایی مطابق ارزشش فروش نمی رود، بازاره که تازه ارزش مبادله رو تعیین میکنه. تو خود اون جسمه یه چیزی نیستش که با اون میتونی بسنجیش به عنوان ارزش، بازاره که تعیین میکنه. تو مبادله است که اینو با چند تا چیز دیگه میتونی مبادله کنی، اون ارزش مبادله. به هر حال یعنی میخوام بگم کلی پیش‌فرض‌ها کرده برای اینکه این مدل ناب تئوریک ابستره رو بسازه، ولی مدلی از سرمایه‌داری نیست. تا بیای وارد سرمایه‌داری بشی، سرمایه به خودی خودش کاری نمیتونه بکنه، یه ایجنسی لازم داره، یه آدمی لازم داره که این کارا رو با سرمایه براش بکنه. حالا میتونیم بگیم کی آلت دست کیه، همینطوری که میریم مارکس مثلا به سرمایه‌دارا میگفت کیسه پول، یعنی اینا در واقع صرفا کیسه پول هست، سرمایه از اینا به عنوان کیسه پول استفاده میکنه. ولی حالا میگم وارد این بحث فلسفی نشیم که کی بر غلبه داره به کی، سرمایه یا سرمایه دار. ولی موقعی که وارد سرمایه داری میشی یعنی با سرمایه دار مواجهی، با آدم های کنکرت مواجهی، با قدرت سیاسی کنکرت مواجهی که در خدمت این سرمایه دار است. ای سرمایه داری میخواد بره در هندوستان غارت کنه، همینجوری سرمایه که نمیره هندوستان رو غارت کنه، سرمایه دار انگلیسی و دولت انگلیس رو راضی کنه بهش اسلحه و کشتی بده که بره هندوستان رو غارت کنه. هندوستان هم که میخواد بره غارت کنه همینجوری که نمیتونه بره غارت کنه، بالاخره باید با حکام محلی یه ساخت و باخت بکنه ببینه طبقه حاکم محلی کیه، کیو میتونه بگیره زیر پرچم خودش، از این طریق غارتش رو بکنه. درنچه اساسا از همون اولش که شما به سرمایه داری جهانی نگاه میکنی میبینی که قدرت های دولتی به واسطه قدرت های دولتی در جاهای دیگه دارن با هم روابط سرمایه داری رو گسترش میدن و این شکلی که دولت به خودش میگیره در جهان در واقع تو این ریشه ادغام در این جهان سرمایه‌داری باید بهش نگاه کرد. ویژگی هر سرمایه‌داری در هر کشوری، ویژگی دولتش در هر کشوری دقیقا وابسته به چگونگی ادغامش در این بازار جهان، چگونه ادغام شده در این بازار جهان.
یه دوره مثلا سرمایداری انگلیسی میخواد جنسای مصنوع خودش رو ببره به زور به آسیا بفروشه، به چی چیتشو به صلاح دست دوزای به صلاح هندوستان بفروشه، همه اینا رو از وسایل تولیدشون کند. برای اینکه این کار رو بتونه بکنه، خب یه نوع زد و بندا با حکام محلی داشت، یه لایه ای رو اونجا تقویت کرد، یه بخشی از دولت رو تقویت کرد که در خدمت این کار قرار بگیره. یه دوره دیگه نه، میخواست اونجا اصلا بره مثلا منابع مواد خام اینا رو در دست بگیره، بعد خودش هم سرمایه برمیداشت میبرد اونجا. خب اونجا رفته با یه عده دیگه، یه لایه دیگه از طبقه حاکمه و طبقات حاکمه و دولت رو برداشته آورده همکار خودش کرده. نگاه که میکنی به دولت ها، عین لایه های انباشت شدن از این روابطی که با بین طبقات حاکمه این کشور و طبقات حاکمه اون کشور برقرار شده، پشتش هم این حرکت سرمایه است. بنابراین دنیای ما اتفاقا دقیقا به خاطر کنکرت که بهش نگاه کنی هیچی شبیه هیچیش نیست. یعنی اساسا دلیلی نداره شباهتی به هم دیگه داشته باشن. هر کشوریش ویژت برای خودش، و گفتن این حالا تا این آدم بگه، خب شما این رو گفتین، رفیع و مثلا مهرداد هم این رو گفته، متاسفانه تو چپ ما فوری از این نوع تفسیر میشه که آها پس جنگ اصلی با سرمایه‌داری نیست، رفقا دارن اینو میگن. یعنی اگر سرمایه‌داری بیشتر بشه خب بهتر میشه. یعنی نه، این اصلا ربطی به این دوتا بحث، هستن کسانی که یه حرفا رو میزنن، درسته درون به صلاح اپوزیسیون ما هستن از این جریاناتی از این حرفا رو میزنن، ولی خب اون جریانات بیش از این آبروشون رفتی که اصلا این حرفشون حتی جدی گرفته بشه. مسئله اینه که شما باید این ویژگی ها رو بشناسی، ولی بر میداریم ما همطور که رفیع و مرادم گفت یه مدلای آبستره دوگماتیکی از طبقات، از دولت، از میاریم قالب بخوایم بکنیم به این واقعیتی که این ویژگی ها رو داره، چون کنکرت این تاریخچه ادغام فرق میکنه. شما ببینید تو این تاریخچه ادغام نگاه کنید، اول چیکار کرد؟ اول مثلا دخل دولت مرکزی را آورد، ضعیفش کرد، بخواد که بتونه امتیازها رو بگیره ضعیفش کرد. بعد اومد دید نه به روسیه انقلاب شده، الان ممکنه بلشویک ها بیاد. بعد اومد با یه ارتش مثلا اونجا دولت رو ساخت، یعنی دولت رضا شده دولت ارتشیه دیگه، ارتش رکن اصلی قدرت در اونجا که دولت مدرن بورژوایی در ایران نامیده میشه، درست؟ این یه دولت نظامی. خب این دولت نظامی چیکار کرد؟ اولین کاری که کرد خود دولتی ها تمام زمینای ایران رو غارت کرد. خود رضا شاه در عرض مثلا 10 سال 15 سال شد بزرگترین زمیندار ایران. هتل می ساختی در رامسر، بعد به ایشون سهم می دادی. دوغ آبلی در انحصار جناب پهلوی بود. یعنی این نوع شکلی که سرمایه‌داری دوره پهلوی و بعدش محمد رضا شاه شکل گرفت، با دولت نظامی و آسیایی و مثلا استبداد مطلق و دولت همه اموال جامعه در دستشه، اصلا با این شروع شد. گل سرسبد این چی شد؟ موقعی که این رکن استبداد آسیایی از بین رفت، رکن بعدیش یعنی دین، رکن بعدیش یعنی سلسله مراتب مذهبی که از زمان صفوی همجوری که رفیقمون هم اشاره کرد تا حالا به یه شکلی رکن دیگه قدرت دولتی بوده در ایران، بالا پایین داشته ولی هیچ وقت از بین نرفته. در ضمن میدونیم حتی خود رضا پهلوی با اون قدرت نظامی و با اون مدرنیزمش و با اون به اصطلاح ضد به اصطلاح اسلامی و به اصطلاح سکولار بودنی که دیگران بهش نسبت میدن، خودش به خاطر نظام وظیفه رفت آخونده رو آورد همین شورای نگهبان رو ایشون ایجاد کرد اولین بار، که مجلس حق داره یه شورای از اسلامی ها توش باشن که به قوانین نظارت کنه.
مفهوم شورای نگهبان از دولت رضا شاه میاد بیرون. بنابراین این که یه دفعه این آخوندها اومدن به اصطلاح در واقع همون استبداد صفوی، استبداد اون شکل، شکلی هم که مثلا تو تاریخ بلدن برمیگردن، در واقع صفویه دیگه، استبداد صفوی رو در واقع در ایران برقرار کردن. من یه جوری اینو مثلا عنوان جوک گفتم، ولی یه واقعیتی توش هست دیگه. یعنی سرمایه داری چیکار کرده؟ شاه عباس رو با موشک ایجاد کرده، همون دولت شاه عباس، حالا موشک هم داده دستش. یعنی این ویژگی ها رو تا ما نشناسیم چجوری میخوای در تغییر یه پدیده ای که نمیشناسی کاری بکنی؟ بنابراین اتفاقا این بحث به نظر من خیلی بحث جالب و مهمی بود. همین پدیده تعدد نیشن استیت ها و این ویژگی های عجیب و غریب این نیشن استیت ها رو برامون توضیح میده. همین که واقعا ما باید برخورد جدی بکنیم به مفهوم سرمایه داری و از دید جهانی اصلا از اول بهش نگاه کنیم. بر اساس ایران نمیتونیم تو سرمایه داری رو توضیح بدیم. یه ارگانیزم بین المللی که تو در نظرش میگیری، خب حالا یه مثال خوبی، و توی ارگانیزم هر تیکش نباید شبیه اون یکی تیکش باشه، هر تیکه فانکشنی برای خودش داره، یه رولی بازی میکنه در این ارگانیزم، نباید الزاما شبیه هم دیگه باشن. دلیل نداره سرمایه‌داری انگلستان شبیه سرمایه‌داری عربستان و سعودی باشه. یعنی به چه دلیل؟ یعنی این ویژگی تاریخی رو تایی در نظر نگیری، این پروسه ادغام رو در نظر نگیری که همراه بوده با سلطه و استعمار و امپریالیزم همیشه از اولش، با توسعه طلبی و جنگ طلبی سرمایه. بنابراین به هیچ جا نمیتونیم برسیم. به نظر من به همین خاطرم هم هست که هنوز ما خیلی از مشکلات رو نمیتونیم جواب بدیم. ببین حتی از نظر فرهنگی اجتماعی ما نگاه کنیم، ببین چرا ما در جامعه ایران یه، ببین حداقل مثلا توی مسکو پتروگراد که شما اشاره کردی، یه همبستگی طبقاتی ایجاد شده بود. یعنی طبقه کارگری که در مسکو پتروگراد بود واقعا همبستگی داشت از نظر طبقاتی. فلان جا اعتصاب میشد فوری اینور شلوغ میکردن، اینور میپیوستن. یعنی قبل از انقلاب 1905 5 تا 6 تا اعتصاب عمومی طبقه کارگر کرده در روسیه تا رسید به انقلاب 1905. خب پدیده چرا ما در ایران نداریم؟ استبداد نیست که فقط جلوی این رو گرفته. چرا این همبستگی طبقاتی، این آگاهی اولیه طبقاتی حتی نتونسته شکل بگیره؟ این یه ریشه ای در شکل سرمایداری داره دیگه، در یه شکل رابطه بین اقتصاد و سرمایداری داره دیگه. بنابراین واضحه که مشکلات از جای دیگه است. یعنی رفقای ما هم به جایی که هی اعلامیه بدن شورا بسازید، نمیدونم فلان بکنید، منشور میدن، اینو میدن، اونو میدن، واقعا یه گزارشی از این واقعیت تهیه کنین. اگر میخواید برید به تمس طبقه کارگر در کارخونه جات خودروسازی چه خبر است؟ من تو شما دیدین، من که تا حالا زمان لنین موقع که چه باید کرد و نوشت، میگفت 3-4 هزار افشاگری به صلاح صنعتی شده، دانشجو رفتن تو این کارخونه ها افشا کردن، در اینجا این خبره، این خبره، این میگذره، اون میگذره، میگفت 3-4 هزار تا از اینا هست. این راجع به هر موقعیت تولیدی دا 3-4 تا رپورت اینطوری افشاگرانه داشتن. ما هنوز که هنوز 2 تا رپورت اینطوری نداریم. خب اینا رو که من نباید بنویسم، که رفیق و مراد که نباید بنویسه، که باید از دل جنبش بیاد بیرون دیگه. اگه از دل جنبش بیرون نیامده دلایلش چیه؟ همینو نمیخوایم بشینیم بررسی کنیم. هنوزم که هنوزه در سطح سیاسی شا، هنوزم که هنوزه، خب اوکی طبقه کارگر، مبارزات کارگری مهمه، واضحه که مهمه، ولی چه جوری میشه این مبارزات رو ساخت؟ از طریق اتحادیه‌ها که نمیشه که. این اتحادیه‌ای هم که ساختیم به عنوان اتحادیه مستقل،
10 نفر 20 نفر اسمن مخفی اون بالای کمیته ساختن به اسم اتحادیه دارن کار میکنن. اتحادیه نیست، یعنی جنبش کارگری پشت، جنبش توده‌ای پشتش نیست، یعنی تصنعی این چیزی هم که ساختیم تا حالا و نتونستیم هم. دقیقا به این دلیل در هیچ نوع هیچ یک از این اعتراضات مهمی که تو این 5-6 سال اخیر شده، جنبش هایی که میتونست منجر به بحران های انقلابی بشه در جامعه و به خصوص این آخری که واقعا داشت میشد، اگر این سلطنت طلبا هایجکش نکرده بودن شاید هم میشد. ولی واقعا میگم من گاهی وقتا این احساس میکردم، ما که این جنبش زن زندگی آزادی را افتاده بود، که بخشی از چپ ما ناراحت، یعنی چی میگن، شاید بد باشه من این لغت رو به کار ببرم، واقعا من هم این لغت عادی به نظرم مفهوم بهتر میشه، حسودی شروع میشد از این که چرا همچین جنبشی راه افتاده و اینا هیچ نقشی توش ندارن. جنبش مهمه یا اینکه نقش شما توش چی بوده مهمه؟ شما با شرکتت در اون جنبش و حمایت از اون جنبشی که میتونی کمک کنی به اینکه جهات بهتری بره جلو، مبارزات بهتری رو جلو، نه اینکه از قبل به خاطر اینکه این قالب رو از اول بر نداشته در نتیجه حتما 100% چیزی نیست که به صلاح جز انحراف به جایی بکشی. یعنی با اینکه اینها هر کدومش بحث مفصل لازم داره و شما هم اصلا قرضتون نبود وارد این نوع بحثا بشید، ولی خب من صرفا برای اینکه کنکرت کنم بحثی رو، شما رو به همدردی خودم حداقل کنکرت کنم با این جنبهاش، گفتم به این اشاره کنم. نکته دوم زیادی حرف زدم، من این نکته رو هم میگم دیگه حرفی نمیزن. نکته دوم هم اینه که اتفاقا با اینکه واضح باید گفتم قبل از هر کاری آدم باید ایده اون کار رو داشته باشه، درچه ایده مهمه، تمام تئوری پراکسیس مارکس اینه که این یکی جبه رو کنار نذارید، فقط این نیست که با کله شیرجه میرید و بعد در تجربه یاد میگیرید، نه، باید یه ایده ای داشته باشی برای تغییر، اگه اونو داشته باشی از اون تغییر چیز یاد میگیری، ولی نه همین سرت رو یکی زدی به دیوار. بنابراین ایده مهمه دیگه، 100% این نظریه پردازی ها مهمه و واقعا من به عنوان دوست دیرین شما میدونم شما چه کمکی کردید در ایران به اینکه این ایده ها باز بشن، این ایده ها تو این دوره چند دهه باز بشن. یکی از موثرترین بسیار رفقای به طور حال اگه این مفهوم، من خودم اصلا این مفهوم بیمعنا میدونم چپ بشه ازش نام برد، در ایران کرده باشه شما این. در نتیجه ضمن تشکر و تقدیر از این کارتون و اینکه هدف این فورم هم در اینه که این بحثا رو ما دامن بزنیم بین رفقا، بتونیم به فضایی که از همدیگه یاد بگیریم، یه ذره مسائل رو درک کنیم، به هر حال این خیزش میتونه یه سال دیگه 2 سال دیگه دوباره اتفاق بیفته، حداقل برای بعدی یه ذره از نظر فکری آماده تر باشیم، همدیگه رو بهتر بشناسیم. در نتیجه باید اولش از این بحثای نظری رو بکنیم، ولی به طور کلی که نگاه کنیم، این هم سوال هم نظر خدا هم میگم، به نظر شما خب چه راهی باید رفت؟ این صرفا با این بحثای نظری هم نمیشه دیگه، یعنی مثلا شما امروز یه اشاره خیلی کنکرت و مشخصی کردید، مبارزه با استبداد دینی، این دقیقا یه شعار متمرکز، یه شعار سیاسی، یه شعاری که همه مسائل رو فوکوس میکنه روی اون نقطه واقعی، اونم رژیم جمهوری اسلامی استبداد دینی است. حالا بخوایم از نظر چی میگن مارکسیستی و اینا تعریفش کنیم، اون احتیاج به خیلی کارهای مشخص داره و به نظر من نزدیکتر به استبداد آسیایی تا با یه دولت بورژوایی. یعنی شما هر جوری که به این نگاه کنید به اون یکی نزدیکتر تا به این یکی، بنابراین اینطور ساده نمیشه تعریفش کرد. ولی این شعار، منم اتفاقا با این شعار موافقم، ولی میگم اتفاقا دقیقا آیا اینطوری نیست که یه راهی که اتفاقا ما از این گیجی، از این سردرگمی یا از این کسرت
یا کسرت گاهی وقتا هم واقعا بله خوبه، باید باشه، ولی کسرت به خودی خود بدون اینکه یه نوع بسا چی میگن جمعبندی هم در درونش، گرایش هم در جهت جمعبندی درونش باشه که به درد کارهای عملی بخوره، خب زیاد فایده ای نداره دیگه، فایده مهمی از نظر کار سیاسی نداره. برای کار سیاسی ما احتیاج به تمرکز روی مبارزه سیاسی داریم، رو برنامه داریم، تا روی نظر، تا روی تئوری. من میتونم سر تئوری با شما مخالف باشم، سر این تئوری اون تئوری، ولی نمیتونم مثلا بگم نه من مخالف اینم که باید علیه استبداد دینی جنگی. اتفاقا یه شکلی که جریانات به اصطلاح مترقی، جریانات تغییر طلب، جریاناتی که آزادی خواهن، جریاناتی که عدالت جوهن، حالا هر نوع جریانی که در دل جامعه ما وجود داره از این نظام سیاسی رنج میبره، این هر همه این به اصطلاح مبارزات رو که ما در نظر بگیریم، از بر اساس تشریح این مبارزاته که عاقبت ماها به هم نزدیک میشیم از طریق باز نظر. نه تا اون موقع، اون وقت میگردیم دنبال اون نظریات مشترکی که ببین چیه که کمک کرده به این نزدیکی. یعنی از نظر واقعی ما عاقبت باید تمرکز بذاریم رو برنامه سیاسی، مثل همین شعار. شعار مرکزی سیاسی ما چیست؟ فردا یه بحران انقلابی توی جامعه ایران رخ داد، شعار مرکزی سیاسی ما چیه؟ شب بعد از اون انقلاب قرار چی بشه؟ چه نوع قدرتی که نماینده به اون انقلاب باشه و تشکیل بشه؟ باید سر این تیپ مسائل عملی و برنامه ای یه مقدار کار کنیم. به نظر من یه مشکلی که من میبینم اینه که بحران داره بحران سیاسی داره شدیدتر میشه هرچی جلوتر میریم، و همینطور که دیدیم دو سه نمونهش رو دیدیم، هر آن میتونه بحران انقلابی تو جامعه ما باز بشه، و حالا کی سرکوبش کنه کی سرکوبش نکنه بستگی داره که این جنبش چقدر بتونه رشد بکنه قبل از اینکه اینا بتونن سرکوبش کنن. بنابراین این همچین چیزی رو خواهد داد دیگه. ما باید سر یه برنامه کنکرت انقلابی یه مقدار صحبت کنیم، یعنی یه مقدار به جای یک سری عالیه این همه ترجمه، مثلا همین سایت رفیق و صداقت، خب خیلی چیزها رو ترجمه میکنن میذارن اونجا. اولا نمیدونم ولی واقعا چه فایده ای داره آدم مثلا 10 تا مقاله زد و نقیض رو اونجا همینجوری ترجمه کنه، بذاره بدون اینکه یه کسی بیاد حالا یه جنبندی از این بحث ارائه بده، بگه این نقدش اینه اون نقدش اینه، همینجوری تونیکی کنه در دجله انداز، به نظر من به درد چپ فعلی ما نمیخوره، به درد وضعیت فعلی ما نمیخوره. یه مقدار رفقایی که دستن در کارن، اهل فکرن، اهل کارن، باید واقعا سر مسائل کنکرت سیاسی یه ذره بیشتر تمرکز کنیم تو دوره آینده. معذرت میخوام، باید رود خواهش دراز، ولی هنوزم کسی دستش بالا نیست. من میکروفون میدم خدمتتون. گفتم این دو تا نکته رو بگم تا شاید رفقا هم تشویق شد دست بالا کنم. خواهش میکنم، خیلی ممنون. نه کلی بالا، به هر حال همین همه اینا بحث است. من فکر کنم شاید حالا از همین نکته آخر اگه بخوایم شروع کنیم، بحث سر همین اتفاقا پیدا کردن میانجی های اولیه ایه که تازه شاید بر اساس اون وقت میشه به سمت یه دور حالا برنامه سیاسی مشخص در حرکت کرد. یعنی حالا من وقتی مثلا گفتم استبداد دینی، برای اینکه واقعا خب به نظرم خیلی روه، یعنی اصلا اسم اینو نیاری اصلا بیمعنیه، اصلا انگار که مثلا چه میدونم، انگار مثلا ما مثلا تو نیوزیلند هستیم، مثلا اصلا به طور کامل همه چی میتونه یه چیز دیگه باشه.
یک حالت اصلا میگم سورئالیستی پیدا میکنه. بنابراین انقدر واضح و مبرهنه که اون هست، ولی بعد اون وقت در ادامهش اولا یه بخشی وسیعی از همین ماجرای رهایی بخشی به صورتی که خود جامعه و خود مردم بتونن بیان حرکت کننده، یعنی باز مسئله خیلی حالا شاید در این قدم های اولیه دادن یه نسخه نیست، شاید یه رهنمود کلی بهتر باشه. من اینجوری مطرح میکنم، یعنی تو انگلیسی چیزی هست میگن preaching to the converts، یعنی موعظه برای اونایی که پیشاپیش ایمان آوردن کافی نیست، شما اتفاقا باید برید سراغ اونایی که ایمان نیاوردن و این باز بودن تئوریک و یه مقدار حالا ماجراجویی های نظری هم به این کمک میکنه که اتفاقا بتونید همین با جریانات دیگه بالاخره وارد یه گفتگویی بشید. و فکر میکنم بخشی از قضایایی که ما به احتیاج داریم، حالا دیگه اینو شما بهتر میدونید، تو شرایط تاریخی حالا همین تغییر یابنده است، اون چیزی که ما بهش میگیم شرایط انقلابی یا حتی ما قبل انقلابی، حوادث سریع میتونن رخ بدن، آدم ها سریع عوض میشن، مثلا یه جور حالت معجزه‌وار داره، مسائل به هم گره میخورن، مناطق، آدم ها، همینی که گفتی یهو یه همبستگی عجیبی ایجاد میشه که تا 2 روز قبلش اصلا غیر ممکن به نظر میرسید، و بعد اصلا بدون اینکه کسی باشه، بدون اینکه همین حتی سیاستی باشه، سازمانی باشه، رهبری یا هر چیزی باشه، یهو خود به خود اصلا همه چیز عوض میشه. حتی نمونه اکتبر هم باز نگاه بکنید، همینه، کلی بالا و پایین داشته، کلی مسائل مختلف داشته، اینکه اصلا حالا فقط شورای کارگران نیست، که اصلا شد شورای کارگران و سربازان، از طریق این قضیه اصلا همه دهقانهایی که برده بودن تو جبهه در واقع یهو قیام شد علیه افسرها و اصلا ارتش پاشید. این باز طرحی نبود که مثلا از بالا خود لنین یا حتی تروسکی بتونن از قبل پیشگوییش بکنن. من به نظرم میاد یه بخشیش اینه که اولا خود جامعه این شرایط داره که خیلی از میانجی ها رو بسازه بده وسط، خصوصا این که دیگه ما این 40 چند سال واقعا خب سرمایه داری دیگه به اون شکل نم مال 1357 نیست، به واقع خصوصا تو این 20-30 سال اخیر شکلای خیلی هار و همین وحشیش اومده دخالت کرده تو همه چی هست، تو همه نهادها، و خود وقتی یه نهاد محافظه‌کاری مثل روحانیت رو به طور کامل در خودش حل کرده، چه برسه دیگه حالا خانواده، قوم، ایل، اصلا هزار و یه جور شکل زندگی که بوده الان درش نفوذ کرده. و ما خب اینو میبینیم در مبارزات همین مزد و حقوق بگیران مثل پرستارا، معلما، انواع برحال کارمندا، و بعد اون وقت در شکل همین خواسته های غیر اقتصادی، هم مسئله اقوام، مسئله تنش بین مرکز و پیرامون و و و هزار و یک بحران دیگه ای که الان امروزه همین جامعه ما باش روبروه. خیلی از میانجی ها پیشا پیش داده شدن، حتی میگم شکل سازمانی گرفتن، و از اون ور ایده هایی هم که مطرح میشه باید خیلی از ایده ها جا افتادن، مثلا همین ماجرای در واقع استبداد دینی هم جنبه استبدادیش، یعنی حساسیت نسبت به استبداد خیلی بالا رفته،
و به هر حال مثلا مبارزه شده در مورد حقوق، حقوق اولیه، وضع دادگاه ها، وضع زندانی ها، نوع برخورد، همه اینا که امروز ما به طور هر روزه باش طرفیم، مبارزه علیه اعدام، علیه انواع شرایط وحشتناک، شکنجه، غیره و غیره. و از اون ور بحث مسئله در واقع اینکه همین یه جور آگاهی نسبت به ضرورت جدا کردن دین و اعتقادات شخصی از مسائل عمومی دولت و جامعه، و اینم باز حالا اصلا کاری نداریم ایمان افراد و حالا این دین یا اون دین خاص، ولی به هر حال باز یه حساسیتی هست تو همه نسبت به اینکه اصولا دین یه مسئله فردی باید بشه و نباید در واقع هیچ دینی نباید اصولا بتونه به نام کل جامعه بخواد صحبت کنه و حالا همین یه قشری رو از خودش به نام روحانیت بر همه بخواد حاکم بکنه. این هم خیلی قشنگ جا افتاده و برای همین من فکر کنم اتفاقا آن چیزی که لازمه یه جور گشایش نسبی فضاست برای اینکه اتفاقا قدم های اولیه بشه برداشته بشه، برای اینکه برخی از این ایده ها با همدیگه جفت بشن، ارتباط بالاخره نیروها مشخص بشه، همین خطوط تمایز چپ و راست تا یه حد مشخص بشه، و بعد بله خب اونجاست که اصلا مطرح کردن خواسته هایی که حالا تازه باز نمیشه اسمشون گذاشت حالا سوسیالیستی، ولی چون بیمه همگانی، آموزش رایگان، هم حق مسکن، رسیدگی به فقیرترین دایه ها، مناطق در واقع عقب افتاده، یه جور عدالت سراسری برقرار کردن، به اضافه حالا هزار یه چیز دیگه مربوط به محیط زیست و انواع بحران هایی که ما باش روبرو هستیم، خشکسالی هم در هوای گرم و هم غیر مسئولی شدن مناطق، دخالت های فاجعه بار در وضع رودخانه ها و تقسیم آب و اینا که فاجعه به بار آورده، و خب همه اینا اتفاقا یه مینیمومی از فضا میخواد که بیشتر از حالا صرف اینترنت و حالا یه ذره فقط حرف زدن بشه در واقع واقعا همون جوری که میگی یه جور همبستگی در قالب نهادها و روابطی که قطع نمیشن، میمونن و میتونن جمع بشن، جنبه حالا منطقه‌ای، استانی، بعد اصلا سراسری و کشوری بگیرن و حتی حالا فراتر از اون اصلا بین المللی نسبت به منطقه، خطر جنگ، دخالت خارجی، همه اینا هم هست، ولی برای اینکه اینا اصلا یه جوری به هم پیوند بخورن و بعد در اون مرحله پیوند خوردنه که تازه میشه مثلا آورد آقا کی حالا اینجا واقعا جلوی استبداد وایستاده، کدوم سنت، کدوم جریان، اونجاست که میشه مثلا به طرفداران هم سلطنت گفت که آقا کسایی که خودشون هم گذشته خودشون ساواک و استبداد هم کل خاندان پهلوی رو مطرح نمی کنن، اینا چجوری میشه مثلا فکر کرد که پایبند دموکراسی هستند. و بعد حالا میانجی های دیگه از جمله همین حقوق همگانی و توجه حالا به اقشار فرودست، به ویژه کارگرا، کارگرایی که حقوق نگرفتن، کارگرایی که تمام این 30 سال 40 سال باشون مثل برده رفتار شده، و حالا فراتر از حالا حتی بخش خصوصی عمدتا مثلا کارخانه هایی که همین دولت داره، و خب این اتفاقا یه مینیمومی از فضا میخواد که ما هنوز اونو در اختیار نداریم. من به طور خیلی کلی اگه بخوام بگم اینه که ما در یه شرایطی هستیم که حرکت های مردمی رخ داده، حالا در
اعتراض به بنزین بوده، یه جا در اعتراض به رفتار مثلا نیروهای انتظامی با یه مردم یه محله‌ای، هم یه حتی قومی بوده. یه جا همین مسئله اتفاقا آزادی های فردی، لباس مسئله خیلی اساسی اتفاقا زنان بوده که دیدیم چگونه هزار تا چیز رو گرد هم آورد. مسئله همین زنان، قومیت ها، بحث استبداد و آزادی، صد تا چیز رو به هم متصل کرد. خب اینا هیچ کدوم نتونستن برن جلو به خاطر اینکه سرکوب شدن در واقع. و آنچه که هست الان به نظرم ترک هاییه که در خود ساختار قدرت دیده میشه و زیر فشار انواع این بحران ها آمادگی برای به نظر من ساختن نهادهای جمعی، آمادگی برای راه افتادن یک جریانات سراسری هست و توی اون اتفاقا چپ ها میتونن خیلی هم نقش بازی کنن و میتونن اتفاقا چون وابسته به قوم و مرکزگرایی و اینا عادتا نباید باشن، وابسته به چند مسئله زن و مرد براشون مطرح نباید باشه، مسئله نمیدونم همین از تقدس دارن، مالکیت خصوصی ندارن. در چه خیلی جاها ما میبینیم اگر اتفاقا اتفاقی بیفته، بحرانهایی که ما باش رو برو هستیم، مثلا من فکر میکنم مثلا هر نیروی بیاد، سلطنت هم بیاد، مجبور خیلی جاها همین سوپر چه میدونم سوسیالیستی رفتار کنه، یعنی مجبور دخالت های خیلی گسترده ای توی اقتصاد و زندگی بکنه. منتها جایی که این دخالت ها رو خود مردم بکنن در یه فضای آزادانه، اون جواب میده و اتفاقا دخالت هایی خواهد بود که دیگه به نفع همه خواهد بود، نه یه دخالت هایی که شاید حتی به ضرر همه، حتی خود دخالت کنندگان خواهد بود. اونجوری که تو این 40 سال دیدیم چه بلایی سر محیط زیست، اقتصاد، روابط بین الملل، توریسم، فرهنگ، هرچی که بگید، دانشگاه، چگونه همه چی منفجر شده به بدترین شکل که حتی نمیشه همین اسمش رو گذاشت سرمایه‌داری، یه جور اصلا افتضاح غارت و چه میدونم انفجار بلاهت و انواع وحشیگریه در واقع. همونجوری که میگه اصلا به دولت بورژوایی ربطی نداره، بیشتر شبیه همین دولت آسیایی که نم مونتسکیو هم 40 سال 400 سال پیش میگفت. و خب این نشون میده ولی اگر فضاهایی باز بشه، این ور کار مردم آمادگیشون رو نشون دادن و حتی حالا به شکلهای مختلف در قالب همین مبارزات نم بازنشسته ها، کارگرای اعتصابی، معلم ها، با اینکه سرکوب میشن، با اینکه نماینده هاشون گرفته میشه، هنوز دارن ادامه میدن و یه سطح بالایی هم اتفاقا از همبستگی بالقوه وجود داره، هرچند واقعا بحران اقتصادی و تورم و گرونی مردم رو هار کرده و خیلی جاها افراد نمیدونم در مرز همین انفجارن، یهویی سر چه میدونم ممکنه 10,000 تومن چه میدونم چاقو میکشن برای هم هر چیزی، ولی از اون بر یه جور به هر حال زمینه همبستگی هم هست. یه جامعه‌ای که خب سطح بالایی از مثلا به هر حال سواد و تحصیلات داره، علیرغم همه عقب افتادگی ها و جنبه های ارتجایی، خیلی اتفاقا این 40 سال انواع چیزا رو تجربه کرده و شاید خیلی از بقیه مثلا کشورهای خاورمیانه آمادگی بیشتری، سطح شعور اجتماعی شاید بالاتری داشته باشه، ولی امکان بروز و تحققش نیست مگه اینکه همین یه ترکهایی، یه شکافهایی در خود ساختار قدرت رخ بده که بشه بعد اون شکاف رو باز کرد، رفت توش فضا ایجاد کرد. تا قبل از اون
یه جور مقاومت منفی باقی موندن و هر حال در یه حدی حرف زدن و مبارزه کردن هست، ولی جلوتر از اونش جایی که میخواد برسه حالا به یه جور برنامه سیاسی، به نظر من ما اون شرایط اولیه اینو نداریم. برای همین هم است که برنامه های سیاسی تبدیل میشن به حرفای شخصی، حالا هر کسی یه ورق میذاره جلو خودش، 1، 2، 3، 4 تا 10 یه سری خواسته ها مینویسه. خب که چی؟ خب کیا پشت اینن؟ چه نیروهای اجتماعی؟ با کی حرف زدی؟ چرا حالا مثلا 11 رو ننوشتی؟ یکی میگه نه آقا مثلا فلان خواسته 7 باید بره اول. هزار تا از این چیزها هستش که با این گونه هم نشستن و گفتن اینکه آقا اون سردرگم این فلانه حل نمیشه. اینا اتفاقا میانجی های خیلی مشخص همین دموکراتیک و تاریخی میخواد. اینجاست که سیاست وصل میشه به زندگی، یه نسخه نیست که بالا یه پیامبری برای ما بیاره، خود مردم باید در حیات اجتماعیشون این نهادها، این روابط، این پیوندها رو بسازن و آمادم هستن. ولی واقعا به نظر من اینجا همین عنصر خیلی دور و روب و سرکوب مستقیمی که جلوی خیلی از چیزا رو گرفته. و حالا به نظر من اینجا هستی که اتفاقا همین اپوزیسیون خارج از کشور مهم میشه، اگه واقعا میتونستن اینکه روی یه سری به هر حال شعارهای کلی اصل کاری توافق بشه. چون باز این هم برای من یه جور همیشه یه اسطوره‌ای بوده که نمیدونم چرا افراد نمیتونن اینو بپذیرن که آقا من میتونم با یه عده‌ای سر همین چه میدونم رفتن استبداد همکاری کنم، حتی توی تظاهرات بیام و البته قبلش هم یه هم چیزی با هم میکنیم، یه سری شعارهای مشترک، چند بنرهای مشترک مثلا هوا میکنم، ولی همون موقع من میتونم تو چند مجلم تو روزنامه‌ام اون آدمی که دارم باش همکاری میکنم و نقد کنم و حتی حمله کنم بهش حسابی و چه میدونم اصلا بگم آقا مردم نرید دنبال این. مثلا چرا مثلا این کار رو نمیشه کرد؟ اتفاقا کاملا هم میشه و سیاست هم مثلا همینه و در واقع اتفاقا گرفتن یه سری حقوق و فضاها مثل همین آزادی نمیدونم اجتماع جمع شدن یا حتی همین روزنامه چاپ کردن، این برای همه نیروهای سیاسی خوبه. بنابراین اتفاقا یه جوری رفتن پای اینکه آقا چون آزادی زندانیان سیاسی، جلوگیری از سرکوب چون اجتماعات، اینا حقوقیه که همه نیروهای سیاسی میتونن ازش استفاده کنن. و اتفاقا اینجاست که باز چپ ها اون سویه چون نظری، اون غنای تئوریک به درد میخوره، برای اینکه تاریخ رو بشناسن، تجارب دیگر رو بشناسن و مهمتر از اون منافع کلی رو میتونن رهبری کنن. یعنی دنبال نه ترک و فارس و شیعه و سنی یا نمیدونم شمال و شهری جنوب شهری نیستن، میتونن اتفاقا همون سویه کمونیستی کمون، اون حالت مشترک و همگانیش، بالاخره ما اسممون از مرام اشتراکی و همون اون اشتراک رو میشه در واقع رو آورد. ولی خب مینیموم اصلا پیش شرط های لازم برای این هنوز داده نیست و رو همین هست. حالا شاید میگم بیرون شاید بشه بهتر از اینجا، بالاخره اونجا یه مینیموم یا یه شرایطی هست، حالا مثلا همون تظاهرات برلین مثلا خب خودش نشون داد و حتی میگم گروه هایی هم که خیلی میخوان دودم و اینا باشن، آدم میتونه افشاگری کنه، نشون بده آقا اینا نمیان، حاضر نیستن منافع فردی خودشون یا اسم رهبر خودشون براشون مهمتره تا آزادی و برابری و عدالت و یا اصلا
خوشبختی مثلا مردم ایران، یا میشه نشون داد آقا اونایی که دنبال دخالت خارجی هن، اونایی که خان از طریق جنگ و بمباران و به کمک آقای شام مثلا رها بشن این فاجعه به بار میاره، اینا رو میشه اونجا مطرح کرد. ولی به هر حال میگم در رسیدن به یک همون جمعبندی، برای اینکه اون جمعبندی حالا صرفا سوبژکتیو نباشه، یه میانجی هایی میخواد که هنوز داده شده نیست و خب سر اونا باید بشه کار کرد و جلو رفت. و شاید اینجا حالا تکیه رو روی همون استبداد دینی گذاشتن فعلا باز خودش کافی باشه، یعنی به هر حال یه جور فضا باز کن باشه، یا در واقع حالا یا یه فضاهایی رو که باز میشه رو بتونه در اختیار بگیره و از دست نده. اصلا حالا این بحثای اشغال فضا، چون میگم ما توی مثلا انقلابای عربی همین میدان تحریر رو اینا شاهدش بودیم، و حالا تو جنبش های دیگه جلیت زرد و غیره و غیره، تسخیر وال استریت و تجربه های خودمون اتفاقا از 88 و غیره، اتفاقا میشه همین سر همین گرفتن فضا و حفظ فضا در واقع صحبت کرد. ولی حالا غیر از این بحثا در مورد شاید اون قسمت اولی هم من یه چند جمله بگم و بعد دیگه واقعا دیگه خستتون نکنم. آره به نظر من خیلی جا داره، یعنی این بحث که اصلا همین سرمایه‌داری از اول جهانی، حتی تا اون حد که به نظر من باید به عوض اینکه بگیم سرمایه‌داری جهانیه، یه جور اینو بگیم که اصلا خود مفهوم جهان یا جهانی شدن از دل سرمایه در آمده، یعنی خود سرمایه داری اصلا جهان رو جهانی کرده. و بعد بین این با تمام اون آشفتگی و تکثر و اصلا حالت خیلی حادث و به هم ریختگی که توی تاریخ و سیاست هست، چگونه میشه یه ارتباطی برقرار کرد؟ این وسط کلی حالا بحث هست، از نمیدونم پسیو رولوشن گرامشی بگیر تا نمیدونم هزار و یه جور بحث بزن به دولت، انواع دولت ها تو اینجا ها. به نظر من تو این بحث اصلا نباید پیش داوری داشت، اصلا نباید دوج بود، قضیه خیلی مخشوشتر و متکثرتر از این حرف هاست. در سطوح مختلف اصلا از بحث میگم منطقی بین مقولات منطق هگل، امر کلی، امر منفرد، امر خاص اون وسط کجاست؟ بین انسان در کل با تک تک انسان ها که بنده و شما باشیم، و بعد اون وسط یعنی همین که ما ایرانی هستیم یا فارسی حرف میزنیم یا فلان چه میدونم دین یا فلان نمیدونم قومیت، اینا چجوری ساخته میشه؟ از کجا آمده؟ چرا ما این همه تقسیم شدیم بین این اقوام و ملل؟ و بعد این تقسیم شدن چگونه واقعا گره خورده با هزار و یه چیز دیگه، کلی از این خطا و مرزا رو همین قوای استعماری کشیدن، هم سوریه و اردن عراق چی، همه اینا رو توی این چه میدونم 100 ساله همین در واقع استعمارگرا ساختن، و همه جام جنگ و جدل و مخصوصا اقلیت ها رو حاکم کردن و هزار و یه جور دعوایی که الان هست. و شاید اصلا حل این مسئله این تکثر، این مسئله هویت هایی که الان مثلا دنیا با اون طرف هویت دینی و بنیادگرایی و هویت های قومی، نژادی، حتی جنسی و جنسیتی، اینا رو اتفاقا باید براشون فکر کرد و جواب پیدا کرد، و خیلی مخشوشتر و عجیب غریبترن تا حتی منطقه مثلا ساختار انتزاعی سرمایه و مثلا همین ارزش افزایی یا استثمار و حالا رابطه تولید، مبادله، جلد اول، جلد سوم،
به اونا هنوز کسی اصلا نپرداخته و به نظر من اصلا انقلاب ها، من خواستم همه نشون بدم، خیلی از انقلاب ها به خاطر دخالت همین جنگ و دولت های خارجی اصلا از بین رفتن و یعنی تاریخ خیلی مخشوشتر و عجیب غریبتر از این حرف هاست. هر لحظه میتونه همه چیز در واقع بره رو هوا. ما باید برای اونا هم جواب داشته باشیم که پیچی نداریم، مثلا با یه مفهوم کلی انقلاب جهانی که اصلا معلوم نیست چیه، حتی قدم های اولیه فراتر رفتن از جمع سرمایه داری رو ما هیچ جا تجربه نکردیم. ما همین دولت هایی رو داشتیم که از دل مبارزات ضد استعماری در آمدن، بعد حالا تبدیل شدن به اقتصاد دولتی بوروکراتیکی که از برخی جا در سرمایه داری هم بدتر بودن در ایجاد نابرابری و در کشتار و در از بین بردن آزادی و همه چی. و این الان خیلی بحث میخواد. ما از یه بر بله قشنگ اون سرمایه داری رو باید تشخیص بدیم به لحاظ یه ساختاری که هم منطقی هم تاریخی و همین شکل به وجود اومدنش، این که اتفاقا هم گفتی از اول جهانیه و از اول در این حال که جهانیه متکثره و میتونه به هزار شکل در واقع ظاهر بشه و اتفاقا اصلا این دوتا با هم، اگه نمیتونست به هزار شکل ظاهر بشه نمیتونست جهانی بشه. اینکه سیاه ها رو از آفریقا بردارن ببرن تو آمریکا، بعد بانک های انگلیسی یه عده وام بدن اینا اونجا نه مزرعه بسازن این برده ها رو به کار بگیرن، پنبه تولید کنن، پنبه رو بفرستن نمیدونم منچستر اونجا تبدیل به پارچه بشه، بعد اون پارچه رو بفرستن حالا تو هندی که خودشون رفتن گرفتن، اقتصاد داخلی هند رو بین ببره، پارچه ها و چند دهقان ها و صنایع دستشون رو بین ببره برای اینکه پارچه انگلیسی فروش بره. این خودش یه فرایند عجیب و غریبیه، از یه بر کلیه ولی از یه بر هزار و یه جور امر خاص و جزئی درش دخیله. این رو ما باید بتونیم در واقع در سطوح مختلفی از انتزاع باش درگیر بشیم. برای همینم این بر قضیه سیاست چیزیه که کمتر اتفاقا بهش پرداختیم، شاید به این علت که اتفاقا همین یه جور دولت جهانی نیست. سرمایه داری میگم اصلا خودش جهان ساخته، برای همین خب مارکس هم همین یه انتزاع واقعی عجیبش که در نیورده، میدونستش که آقا این یه نیرویه که مرزها رو در مینورده، این یه نیرویه که همین آدم ها رو مثل لشکر جن ها از این ور به اون ور میبره، این یه نیرویه که اصلا همه دنیا رو عوض میکنه برای اینکه اصلا بقاش در گروی عوض کردن، بقاش در گروی برپا کردن انقلاب در تولید در تکنولوژی و اصلا دیگه مثل قدیم نیست یه کشاورزی و بعدم حالا دنیاهای از هم سوایی که اصلا بیخبرم از هم بودن، چین کجا روم کجا. این اصلا در ذات خودش این قلیان و این جهان رو یه دست کردن رو داره و این یه جور انتزاع واقعیه، ولی در این حال این انتزاع خودش متکی به هزار و یک چیز دیگه، به صدها شکل مختلفی که همین به صورت سوری میگیره در خودش ادغام میکنه و اگه این میل ترکیبی بالا رو نداشت، این انعطاف پذیری عجیب و غریب رو نداشت، اصلا جهانی نمیتونست بشه. و بعد همین انعطاف پذیری رو ما باید در داخل اقتصاد سیاسی و نقدش تشخیص بدیم، یعنی همین بحث ها که آقا همین سرمایه داری الان توش بردهداری هم هست، یه چیزایی از فئودالیسم هم هست، یه جاهایی اصلا چه میدونم همین شکل گرفتن اجاره بر اصلا تولید سود غلبه میکنه، الان نمیدونم آمازون و فلان اینا شرکت های اول جهانی هستن، نه
استاندارد اویل یا نمیدونم جنرال موتورز، این خودش خب باید توضیح داده بشه. یعنی ما باید اتفاقا در مفهوم پردازی هامون هم بتونیم اونقدر منعطف و اونقدر غنی باشیم که از پس یه همچین هیولای هزار سری بتونیم بر بیان که یه سرشو میزنی سه تا سر دیگه در آن واحد از دل اون گردن در میاد، و الا اصلا بیمعنا خواهد بود اصلا مبارزه. و خب شاید میگم اینکه یه چیزی به نام دولت جهانی نداشتیم اتفاقا دلیل اینه که سر سیاست آنچنان کار نشد، برای که سیاست اصلا در داخل مرزهای کشور رخ میده. ما نشانه های از یه جور سیاست واقعا جهانی خیلی کم داریم. ما شاید یه جاهایی تو اروپا و برخی مثلا جاها هست که یه جنبش هایی هست که مثلا بین این ور و اون ور مرزن، ولی واقعا بیرون از مثلا اروپا همه جا قضايا گره خورده است با مرزها، و اون مرزها هم گره خوردن با یه حاکمیتی حالا به نام هرچی شمشاه رئیس جمهور هر چیزی که همین درون و بیرون میسازه، خودی و اجنبی میسازه، ارتش داره و امکان جنگ داره و هزار و یه جور حالا چیزی که از دل این نوع تقسیم بندی میاد. اینکه حالا این تقسیم بندی عجیب غریب چگونه با اون یه دست شدن عجیب و غریبی که تو سرمایه داری هست گره میخوره، اینجاست که شما میبینید که حتی پیچیده ترین نظریات هم صد تا فوکوی دیگه هم بیارین باز کم میارین در تشخیص این قضیه. مارکس تو این زمینه واقعا من هرچی بیشتر اتفاقا متوجه محدودیت ها و خطاها و اشتباهاش میشم بیشتر میفهمم عجب قولی بوده که اصلا به رغم این چه میدونم این همه میگم پیچیدگی تونسته این درجه از در واقع انتظار رو درج کنه، مفهوم پردازی کنه و اینا رو با هم مرتبط کنه. اصلا نه یه پروژه، دو پروژه اصلی عجیب و غریب داره که اصلا تعریف کننده اصلا جهان ما هستن، هم سرمایه داری هم سیاست رهایی بخش انقلابی، و بعد ارتباط حالا بین این دوتا اصلا از این نظر میگم شایدم نباید دادم خیلی در واقع سخت بگیره به کسایی که یه جوری انقدر شیفته مارکس میشن، خود منم هستم، ولی در این حال کاملا هم روشنه که در سطوح مختلف اصلا از انتظار از بحث های صرفا میشه گفت منطقی مربوط به مفهوم ارزش و بعد ساختارهای اجتماعی تاریخی تا دیگه مثلا خیلی حوادث حادثه و این متکثری که در عرصه تاریخ و سیاست و بحث ملیت و نژاد و زن و مرد و اینا رو خونده. شما دقت کنید ما اگرچه مثلا اون بحث یه دست شدن بازار رو داریم تو همون اول اصلا سرمایه داری و بحثی که مارکس میکنه، ولی تا همین امروز حقوق زنها توی همون کارخانه تو همون اداره یه سوم کمتر از مرد هاست، در حالی که اصلا منطق ارزش، منطق نم کار دستمزدی، کار انتظایی که به کالا بدل شده و قرار با سرمایه رد و بدل بشه، اصلا این چیزا توش نیست. زن و مرد نمیشناسه، سیاه و سفید نمیشناسه، ولی اینا هست. تا همین امروز اون حالت یه دست و جهانی و منطقی سوپر انتظایی سرمایه تو دل پیشرفته ترین کشورها تو خود نیویورک و لندنش بین زن و مرد یه تمایز اساسی میذاره که هست و باقی مونه. این رو اصلا شما نمیتونید بر اساس
اون ساختار منطقی سرمایه توضیح بدید، این اصلا چیزی ضد اونه، ولی در این حال در دل اون رشد کرده باقی مونده و یه جاهایی حتی به ابزار اون بدل میشه، یه جاهایی هم به ضد اون، چند حالا مارکسیست و لنینیست یا هر چیزی. یعنی این مجموعه از اصطلاح روابط بین امر کلی و امر خاص به نظرم واقعا یه چیزی حتی پیچیده تر از منطق هگل میخواد که بتونه اصلا این درجه از همین گره خوردن امور در سطوح مختلف از انتظار، گره خوردن مسائل خیلی همین تجریدی با انزمامی ترین چه میدونم حوادث یا رخدادهای تاریخی، این پیوند رو توضیح دادن واقعا کار دشواریه و این اصلا به عهده تن یه شخص و نابغه و اینا نیست، خود تاریخ باید اینو نشون بده، خود بشریت باید نشون بده که آیا اصلا ارزش باقی موندن رو داره، اصلا ارزش میدونم برابر و آزاد شدن و داره، ارزش رها کردن خود رو داره، چون همین اصلا خودشی که باید خودش رو رها کنه و فقط هم از همین طریق میتونه نشون بده که ارزش اصلا رها شدن رو داشته و همه اینا تابع در واقع همون امر حادث تاریخی از قبل داده شده نیست، هیچ ضرورت تاریخی هم حد و مرز روش نداشته و این هم در واقع مایه نگرانیه هم جای خوشحالی، چون اگه قرارم بود که یه حد و مرزی برای بشریت بزنیم بعد دیگه اصلا رها شدن دیگه معنایی نداشت، بالاخره یه مرزهایی همیشه در کار میدید. میبخشید به هر حال بحث همین واجد سویه های کلی و جزئی و فردی و شخصی و تاریخی گوناگونیه و میدونم که وقتتون رو گرفتم، حالا امیدوارم برای از دل این بحث ها و چه در زمینه مسائل سیاسی خاص ایران چه حالا به هر حال در اون حدی که برای ما امکان پذیره، شاید حتی در اون بحث جهانی راجع به رهایی به هر حال در یه حدی به درد بخوره. خیلی ممنون و متشکرم. ممنون رفیق مراد، رفقای و فرهاد ببخشید، معذرت رفیق فرهاد، رفقا من نمیدونم دست کسی بالا باشه، نه دیگه الان دیگه تمومش کنیم ای دیگه، آره دیگه کسی اندازه بحث کافی حرف زدی. آره من هم میخواستم همینو بگم، ای کسی بله سوالی نداره دیگه بیش از این بله وقت شما رو نگیریم. خواهش میکنم، ممنون که موفق شرکت باشید و کردی، ممنون از لطفتون، تا بعد شما ببینیم چی میشه. بله تا بعد، شما هم مواظب خودتون باشید، تا بعد قربونت، شما هم شبتون همین خوش. سلامت باشید.